اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. راه رفتنم به خانه بسته است، چشمهای انتظار خسته، هر سپیده می کنم نگاه شایدم که در شکسته. روزنی از آفتاب پیش چشم، بندهای دست و پا گسسته است. بامداد فرخین فرا رسید که این طلایه‌دار بهمن خجسته. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه برنامه زنده در خدمت دکتر سازگارای عزیزم، ششم اردیبهشت ماه، 25 ماه آوریل. درود بر دکتر سازگارای عزیز. عرض سلام و ارادت دارم خدمتتون آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. خب آقای دکتر، هفته پر سر و صدایی بود. از یک طرف رژیم جهل و جور و فساد به جان بانوان میهن ما افتاده بود، مناظر شومی که واقعا آزرده میکرد آدم، به گونه که حتی سر و صدای خود آخونده هم در اومده بود که آقا این چه مبارزه با حجابیه. تیکر با که سالها هم خوندم، مطالعه کردم، نگاه کردم راجع به همین خود حجاب. اگر برون دینی نگاه کنیم، از بیرون دین، از بیرون احکام فقهی این آیون نگاه کنیم، تحقیقات ارزنده‌ای مثل تحقیق آقای ترکاشوند در اون کتاب درخشانی که ایشون به لحاظ تاریخی نوشته، حجاب شرعی در عهد پیامبر و یا مطالب دیگه، می‌بینیم که اساساً حجاب به این شکلی که امروزه این فقها مطرح می‌کنن در عهد خود پیامبر مطرح نبوده. چیزی بوده که دیگه عربا اصلا لباس دوختنی نداشتن، یه لنگی دور کمرشون میبستن، یه چیزی هم میداختن روی شونهشون، اگر پول داشتن تازه اونو داشته باشن یه پارچه روی شونهشون بندازن، و خانوما گره میزدن مثلا سینهشون رو تا حدی بپوشونه، اونی هم که دور کمرشون میبستن تا بالای زانوشون به زور میرسید و نافشون. و این تصوراتی که این شکلی بوده اساساً در طول تاریخ به تدریج این افزوده ها بهش اومده و همین فقها در واقع حجاب رو به این شکل کرد. باز مطلب برون دینی اگر نگاه کنیم، امروزه در عصر جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی انتخاب آدم ها، فریدم آف چویس، و حقوق انسانی، حقوق طبیعی که در یه جای مثل اعلامیه استقلال آمریکا اون رو معطوف به اراده به اصطلاح خدایی میکنه، حقوقی که خداوند در طبیعت به ودیعه گذاشته، انسانها رو مختار میکنه که آزادی انتخاب داشته باشند در نحوه زندگیشون، در پوشششون، در رفتارشون، در غیره و بحثایی که مطرحه. بنابراین میخوام بگم از موضع برون دینی بیرون نگاه کنیم، چه تاریخی، چه عصری و عقل امروز بشر که تحولات خیلی خوبی هم در دو سه قرن اخیر کرده،
این برخورد و این تحمیل حجاب از اساس باطله. اما حالا بریم داخل خود همین حکم، همین آقای من فقها، همین حرفایی که خودشون میزنن، همشون هم میدونن آقای دکتر نوری‌زاده که تحمیل حجاب، حجاب میگن واجب شرعیه، خب بله نمازم مثلا واجب شرعیه، ولی تحمیلش واجب نیست. کسی نمیتونه، اگر یک کسی بگه من مسلمانم و احکام اسلام رو میخوام اجرا کنم، همین احکام فقهی که آقایون دارن، خیلی خب دلش میخواد اجرا میکنه، ولی نمیشه بهش تحمیل کرد. حکومت نمیتونه، اینو خودشونم میدونن، در فقه این آقایون حکومت وظیفه نداره بیاد. دست کم اینو دیگه بل اتفاق قائلن به اهل کتاب، به غیر مسلمان ها نمیشه تحمیل کرد. به فرض حکومت ذیل یه سرفصلای میبرن بگن بکنه، ولی که من یادمه یه موقعی هاشمی رفسنجانی همون دهه اول انقلاب میگفتش که به همین آقای جنتی گفته بود که آقا ما هیچ حکمی نداریم که مثلا حجاب که داره اجباری میشه به پیروان مسیحیت و کلیمیت و نمیدونم زرتشتی و ادیان دیگه هم تحمیل کنیم. گفته بود آقای جنتی نه صداشو در نیار، برای اینکه اینو بگی و فردا همه میگن ما مسیحی هستیم. یعنی شما ببینید حتی حکم فقهی خودشون هم قایم میکنن. بنابراین اینو از این جهت عرض میکنم که نه به لحاظ انسانی، نه به لحاظ عقلی، نه به لحاظ دینی و نه حتی به لحاظ همین فقه مندرسی که دارن و مال هزار سال قبله، هیچ حجتی ندارن که حکومت اینگونه با همین روش هایی که میبینین قشون بکشه بیاد تو خیابون به جون زنان و دختران سرزمین ایران بیفته و این صحنه های زشت و مشمئز کننده رو خلق کنه. این بنابراین تکلیفش روشن باشه. این رو میگم به خصوص برای اونایی که ممکنه فریب بخورن. چهار تا دیدم تو تلویزیون ایران حرف میزنن حکم خداست نمیشه عوضش کرد. این چه حرفی اصلا میزنن؟ تا کی میخوان کیسه خدا و پیغمبر و دین خرج کنن؟ اما چرا این کارو میکنن؟ فرمانش هم دیدیم، شخص خامنه ای داد، شخص ابلیس داد، شخص خودکامه ایران به قول آقای قدیانی فرمانش رو روز عید فطر صادر کرد. چرا خامنه ای اینگونه به جان مردم میفته؟ و در حالی که اتفاقا من دیدم سخنرانیاشو در آوردن از همون دهه 60 از قول خمینی نقل میکنه که اصلاً، حتی خمینی گفته اگر مزاحم زنان بیجاب شدن بگیریم بیارینشون. حالا البته او هم از همین تحمیلا کرد و این ماجرا از زمان او شروع شد. ولی چرا خامنه ای الان این کارو میکنه؟ و در واقع به همون بحثی که قبلا هم داشتیم، یک حکومت توتالیتر، تمامیتگرا و خودکامه که حاکمه میخواد که قدرتش رو اینجا باستولید کنه. ببینید اینجور حکومت ها روی دوش دو تا مطلق فقط وای میسن. یه موازنه ای رو تو ذهن مردم میخوان شکل بدن که مردم در واقع هوس مخالفت نکنن. یک طرف نشون بدن ما مطلقا قدرتمند هستیم، ما مطلقا زور داریم، تکون بخوریم میگیریمتون، دستگیرتون میکنیم و نمیذاریم صدای مخالفی در بیاد. یک طرف به مردم میخوام بقبولن که شما مطلقا ضعیف هستید، هیچ چیزی به دادتون نمیرسه، هیچ توانی ندارید، هیچ نیروی ندارید. این دو مطلق در واقع معادله است که این قبیل حکومت ها روی اون میستن و روی اون مادامی که این معادله رو در ذهن مردم بتونن جا بدن به حیاتشون میتونن ادامه بدن. حالا هر وقت که اون طرف در مطلق بودن قدرت حکومت ضعفی حاصل میشه، میفهمه که درون حکومتش خرابه، بی نافرمانی هستش، در یه جنگ خارجی شکست میخوره. افسانه این که من خیلی زور دارم، قدرت اول منطقه‌ام میریزه پایین، نگرانه که اون طرف زیر پاش شل میشه. این طرف مردم دلیر میشن، فکر میکنه که زنا به خصوص در طی این یک سال گذشته نشون دادن که نمیخوان زیر بار
تحمیل حجاب اجباری برن و پوششون رو خودشون انتخاب میکنن، ناچاره که بیاد این وحشیگری ها رو بکنه، بلکه بترسونه و در واقع مردم رو به عقب برونه. این معادله ترس رو، این معادله دو مطلق رو در ذهن مردم نگه داره. این در واقع دلیلی است که این گونه آقای رادان جنایتکاری که همدست قاچاقچی ها و زورگیرا و اینهاست و از اونها حق حساب میگیره، واقعا پلیس بدنامیه، بهش دستشو باز میذارن که یگان ویژرم بیاره توی خیابون و روب و وحشت ایجاد کنن، لشکرکشی خیابونی بکنن، بیفتن به جان مردم. پلیسی که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشه، وادار میکنن بیفته به عامل اصلی ناامنی بشه و بیفته به جان مردم. این علتش در واقع استقرار اون دو مطلقی است که خامنه‌ای میفهمه که این معادله در ذهن مردم به هم خورد. از اون طرف های دکتر ببینید، من چیزی که با دقت خوب این مدت دنبال کردم، دیدم که خب ابتدا مردم یه مقداری بغض زده شدن، باور نمی کردن یک حکومتی علیه شهروندان خودش این گونه کفداروار بیاد لشکر بکشه علیه زنان و دختران توی خیابونا. اما بعد که یک کمی خودشونو پیدا کردن مردم، من الان شاهدم میبینم با زیرکی در واقع تاکتیکای مختلفی رو مردم اجرا میکنه و در واقع این لشکرکشی حکومت رو بلا اثر میکنن. تاکتیک اول که دیدم به کار میبرن، معروف به استفاده از تاکتیک پارتیزانی در مقاومت مدنی. یعنی چی کار میکنن؟ اونجایی که اینا لشکر کشیدن، قواشون وایساده، چون شهری مثلا به بزرگی تهران یا مشهد یا اصفهان که اینا نیرو ندارن که همه جاش باشن، که ناچارن مثلا 80 نقطه 90 نقطه رو انتخاب کنن دم مترو، پارک، سینما، جایی که فکر کنن تجمع هست، مراکز خرید، و خشون به رخ بکشن و ترس و وحشت ایجاد کنن با این امید که جاهای دیگه مردم خودشون بترسن و دست از پا خطا نکنن. روششون همینه. خب این دستشون رو من میبینم جوانا خوندن. این مدت نگاه میکردم میبینم اونجایی که اینا خشون میکشن خیلی خب اصلا نمیدن، راشون کش میکنن از اون طرف، اما جاهای دیگه این نافرمانیشون رو ادامه میدن، این نافرمانی مدنی رو. یا این که به محض اینکه اینا در یه جای تجمع دارن، یه تعدادی میرن جای دیگه، یه خیابون اون طرفتر، بدون حجاب حرکت میکنن، راه میرن که ناچار میشن این قشونشون رو جا به جا کنن دائما بپرن. من فقط تنها توصیه‌ای که به این تاکتیک میتونم بکنم و دیدم داره اجرا میشه خیلی جاها، این است که مراقب باشن که اگر میشه مثلا ماسک بزنن، که خیلی هم طبیعیه این روزها دیگه ماسک زدن خیلی رایجه، که یا عینکی هم داشته باشن که اگر دوربیناشون هم کار میکنه شناسایی نشن، اگرچه همه جای شهر هم دوربین ندارن و همه جام چهره نگار نیستن این دوربین ها. من دیدم در واقع این یک تاکتیک که جاهای مختلف اجرا میکنن. تاکتیک دیگه باز من نگاه کردم، حالا که فعالین خودشون رو پیدا کردن، میبینم که وقتی این کفداران میریزن شکاری رو محاصره کنن و شکار کنن ببرن دختری یا زنی رو، من میبینم که تجمع میکنن مردم، احاطه میکنن، اصل برتری جمعیتیشون رو در واقع به رخ میکشن، شروع میکنن به شعار دادن بیشرف بیشرف و هو کردن و دائما استفشارده. اونجاهایی هم که زورشون بیشتر میشه، احساس میکنن میتونن، هجوم میبرن و پس میزنن اون دختر یا زن رو نجات میدن. این هم یک کاریست که من به عنوان یه مشاهدگر میبینم داره انجام میشه در مقابله با این کار حکومت. برای اینکه ببینید، باز هم تکرار میکنم، در شهری به بزرگی تهران، فرض کنید با 12 میلیون جمعیت در سراسر تهران بزرگ یا 14 میلیون به روایتی، نیمیشون زنه و از این نیمی در واقع 60% تا 80%ش به این حجاب باور ندارن. بنابراین عدد چند میلیونی ما داریم در یک گستره، فرض کنید
50 کیلومتر یا 100 کیلومتر در 100 کیلومتر هیچ حکومتی توان و لشکرکشی نداره که بتونه همه اینجا رو کنترل بنابراین امکان نداره بتونه، حتی نمیتونه همه مراکز تجمع رو کنترل کنه، تمام پارک ها، کافی شاپ ها، نمیدونم رستوران ها، سینما ها غیره. بنابراین ناچار گزینش کنه، یا همه ایستگاه های مترو ناچار گزینش کنه یه جاهای مستقر شه، عربده بکشه، بلکه ترس ایجاد کنه. در واقع راهش نیست که همین کاری که جوان ها دارن میکنن، این ترس رو به اشکال دیگه ای میشکنن، نشون میدن که نترسیدن، اونجایی که او قدرت داره رهاش میکنن، تاکتیک میرن جای دیگه ای، و اونجاهایی هم که میتونه جمعیت زیاد باشه در واقع احاطهشون میکنن و فرد رو نجات میدن، بیرون میارن. ببخشید، خب لابد اینا ستادی دارن و تشکیلاتی میشینن، برنامه ریزی میکنن در جاهایی هم که اصلا مستقرن، یعنی در مثلا خیابان پهلوی و ولی نمیم چی، برحال اینجاها مستقر هستن، در خیابان نفت، در کافه شاپای شمال شهر، برحال اینجاها هستن. نکته که میخوام بگم، به اعتقاد شما با توجه به بی‌اعتباری آخوندان از مردم، آیا هشدارهایی که آخوندا به خودشون میدن موثره؟ آیا شما فکر میکنید روی اون پاسدار یا اونای دیگه اثر میذاره وقتی آقای منتجب نیاب یا وقتی آقای آیت الله فلان میاد و میگه این کار با اسلام جور نیست؟ آیا واقعا مسئله اسلام الان مطرحه یا نه مردم به عنوان یک شیوه زندگی این حجاب رو نمیخوان، کاری هم به اسلام و غیر اسلام نداره؟ و ما بگم آیا مسئله در چارچوب یک باور دینی باقی مونده یا نه خیلی فراتر از اینا رفته؟ اصلا آقای دکتر، باور دینی مدت هاست آب به اصطلاح این حکومت گذاشته در کوزه آب اصلا براشون مطرح. حکومتی که صدیقی، آدمی که کوس تشت و رسوایش از پشت بوم افتاد، رئیس همین امر معروف نهی از منکره، آخه این چه دینیه؟ حکومتی که اختلاس و دزدی و دروغ و آدمکشی و تجاوز و شکنجه سکه رایجشه، حکومتی که یک پاپاسی برای ارزش‌های اخلاقی و دینی ارزش قائل نیست، این چه حکومت دینی است؟ این چه دینیه؟ مدت هاست آقای دکتر نوری‌زاده، به قول یه دوست ما میگفت که اگر شخص خامنه‌ای، البته او از قول پدرش راجب خمینی هم میگفت و بقیه مسئولین دست درجه اول این حکومت، باور کنید اگر یک سر ارزن، یک اپسیلون، اینا باور داشتن که خدایی هست، قیامتی هست، حسابی هست، این کارا نمیکرد. اینا یقین دارن که خدایی نیست، آخرتی نیست، دینی نیست، و این دزدی ها و این فساد. حکومتی که فاحش خونه داری میکنه، حکومتی که قمار خونه داری میکنه، حکومتی که قاچاق مواد مخدر میکنه، کنسرسیوم مافیاست، چه دینی؟ و این آقای دکتر نوری‌زاده از اون نکاتی است که توی بدنه حکومت، بدنه حتی همین سپاه و پلیس و اینها خیلی مطرح شده. خیلی یکی دیگه از دلایلی که خامنه ای سعی میکنه قدرتش رو بازسازی بکنه همین وحشتی است که از درون گزارش‌هاش، که من گزارشی رو دیدم بعد از حمله‌ای که به اسرائیل کرده بودن با موشک و پهپاد، که حالا میتونیم بهش برسیم، گزارشی رو دیدم که دفتر حفاظت کل به اصطلاح و بیت خود رهبری اون فرمانده کل قوا از درون سپاه تهیه کرده بود. از این کارا میکنن که عقیده‌شون چیه، چه جوریه و چه نظری دارن. این گزارش، من اصلش رو ندیدم، خلاصه ای ازش رو نقل کرده بودن. این نشون میداد که درون سپاه بعد از اون عملیات، حالا این به جان مردم افتادن تو خیابون که وا مصیبت، بعد حتی اون عملیات که خیلی سعی کردن غرور آفرینی کنن و بالاخره نظامیه و غرورش
و افتخار به این که مثلا موثر بوده عملیات. 8 مبحث مختلف در بدنه سپاه بخون، نه اون 4 تا سردار راندخور شکم گنده دهنگوشا که اون بالا نشستن، اونا نه، اون بدنه سپاه که اصلا اونا هستن در 8 مبحث مختلف مشکل داشتن و این گزارش استخراج کرده بود که آقا اینا مسئله دارن. یکی راجع به اختلاس و دزدی و اینها مسئله، یکی راجع به اتفاقا همین برخورد با زنان و مردم و کارهای غیر اخلاقی، یکی راجع به مسئله فساد و تنگی معیشتی که خودشون دارن در عین میلیاردر بودن، یه دیگه یکی راجع به عدم توازن نظامی و به خطر افتادن امنیت کشور در این ماجراجویی‌های منطقه. 8 موضوع مختلف بود که بررسی خود دفتر خامنه‌ای در درون سپاه نشون میداد که بدنه سپاه مشکل دارن، ناراضی هست. بعد خیلی از اینا آقای دکتر نوری‌زاده مثل بقیه مردم میمونن، دختر خودش، زن خودش باوری نداره. یعنی وقتی مثلا دین پژوهی مثل خانم صدیقه وسمقی استدلال میکنه که آقا این حجاب موجود نه وجه شرعی داره نه اسلام اینو میخواد، تحمیلش که به طریق اولا غیر دینیه، خب حتی اونی که دین باور هم هستش نگاه میکنیم، نه اونی که دو تا پیرهن بیشتر کار کرده، 4 تا کتاب بیشتر خونده و محقق بوده داره اینو میگه. یا خیلی از همین آقایون روحانیون بیخاصیتی که به نظر من توی قوم و اینها نشستن، خیلی هم ترسیده ولی بالاخره صداشون در اومده که آقا این خلاف شرعه، خلاف همین دین نیست که ما درسشو میخونیم، همین احکام فقهی که فقه مندرسی که میخونیم بالاخره خلاف همین هم هست، همونجور که عرض کردم از منطق درون دینی هم نیست. من یک بار خاطرم هست قوم رفته بودیم، تازه آقای منتظری از حصر بیرون اومده بود، رفتیم دیدنش، جلسه بود، تعدادی بودیم، بحثی در گرفت راجع به همین تحمیل حجاب و اجباری کردنش از سوی حکومت. این طرف آقای فاضل میگودی بود، بیشتر ساکت بود، دکتر سروش بود، آقای کدیور هم بودن، اون طرف هم آقای منتظری، خیلی مرد دوست داشت اینجور بحثا رو، به یه نشاطی میاد سر بحثای دینی و علمی، خدا بیامرزش. و استدلالایی که این طرف می آوردن از درون دینی یا از روایات، از احادیث، از منطقای چیز، اصلا بحثای به اصطلاح تخصصی فقهی می شود. آقای منتظری جوابی نداشت بده و قانع شد، یعنی موافق بود که کاری این کارا خلاف دینه، خلاف فقه خودشونه. ایشون بلند هم میشد، از کتابخونه‌اش یه کتاب می آورد، ارجاع می کرد، اونو جواب می دادن. میخوام بگم این مسئله دار بودن که می فرمایید در درون حکومت هست. به هر حال ببینید حکومت پاش روی پوست خربزه است. اتفاقا این خشونت ورزیش، من حکم اعدام، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی رو هم، این صدای بی صدایان جامعه ما، این صدای رسای مردم ما و مبارزات مردم ما، این رو هم در همین راستا میبینم. یعنی اگرچه حالا اون قاضی احمق توی اصفهان، خیلی داخل حکومت هم میگن آقا نه دیگه قراره عقب نشینی کنیم، نه این بی خود کرده گفته و اینها، ولی این سختگیری در احکام دیگه هم، بازداشتا گرفتن ها، خانواده های قربانیان انقلاب ژینا و و و، این روزها شاهدیم، همه در این تحلیل جا میگیره که خامنه ای نشسته نگاه کرده میبینه که مردم ترسشون ریخته و نمادهای قدرت حکومت رو قبول ندارن، ناراضیان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی، یه بارون میاد شهرهای کشور رو سیل برمیداره میبره، دزدی، اختلاس، بی‌عدالتی، قاچاقچیگری، همه اینا رو میبینه و اون برم پنجه در پنجه اسرائیل که میندازه شکست میخوره، میبینه که حکومتش دارد دست میره، چاره در این میبینه که ترس و وحشت بیشتری ایجاد کنه که دست کم امیدوار مردم یخ بزنن، بترسن، برن تو لاکشون با درگیریایی که میکنه. این طرف هم درون حکومتش بلکه بتونه که
با پاهنی، با کاری، با تصفیه چیزی اطمینان پیدا کنه، چند سباهی بیشتر حکومت کنه. همینجا نگه دار چون مسئله طرح مهسا در کنگره بسیار مهمه. نگه دار ما یه درنگ کوتاهی بکنیم. علیرضا جان قربانی ما رو به روی مخمل صداش ببره. شعر حسین قیاسی عزیزم و آهنگ حسام ناصری. ما خسته از این روزهای بیقراری. واقعا دکتر وقتی که آدمایی مثل همایون جان شجریان، ناظری عزیزم و همینطور علیرضا قربانی و بانوانی که در این عرصه هستن، اینا واقعا دارن آزادگی یک ملت رو فریاد میزنن و اون روحی که ما شاهدش هستیم در این شعرها متجلی است. حسین قیاسی شاعر بسیار خوبی است که در بعد از انقلاب در عرصه موسیقی با شعرهاش حضور بسیار زیبایی دارد. سوال بکنی از مرگ، خلاصه از جان رفیقانم چه میخواد؟ واقعا من و شما خیلی رفیقت دست دادیم. خب عزیزم بگو از این کنگره. آره بگو از کنگره. این کنگره خیلی مهمه، مردم بدون. مدتی قبل کمک به اوکراین رو جمهوری خواها مخالف بودن، نگه داشته بودن. یک طرح مهسا، قانون مهسا رو جمهوری خواها داده بودن، رفته بود در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان، اونجا دموکرات ها دست برده بودن توش، شلش کرده بودن و اونم مونده بود. بحث اسرائیل که وسط اومد، خب دوتا حزب هر دو موافقن، جمهوری خواها بیشتر از دموکرات ها، دموکرات ها بیشتر از جمهوری خواها. اینجا زرنگی که این آقای جانسون در مجلس نمایندگان کرد برای طرح موضوع، که البته دموکرات ها کمکش هم کردن، اومد اون 60 میلیارد دلار کمک به اوکراین رو وصل کرد به 26 میلیارد دلار کمک به اسرائیل و یه 8 میلیارد دلار هم به تایوان. طرح مهسا رو هم به دموکرات ها گفت اگه بخواین من اینا رو بچسبونم به هم بیارم مطرح کنم، اون طرح محصارم میرم اون اولیه رو، نه اینی که معیوبش کردین در کمیته روابط خارجی که اکثریت داشتین، اونم برمیدارم میارم میچسبونم به این، همه رو با هم مطرح میکنم. یک همچین کار پارلمانتاریستی شد، موفقم شدم و 360 رأی از 435 رأی مجلس نمایندگان رو آورد. 50 و چند تا بیشتر مخالف نداشت، تعدادی هم البته همیشه رأی ممتنع میدن یا غایب. این باعث شد که مطلع میشیم بالای دو سوم در سنا که مطلع میشیم در جریان مسببات هست، ولی آه. بعد از مجلس نمایندگان میره به سنا. و رفتش از سنا هم خواستن فوری عمل کنه دیگه. خود آقای بایدن هم به دلیل اوکراین، جبهه های اوکراین وضع خطرناکی پیدا کرد، سنا ظرف 48 ساعت تصویب کرد، اونجا هم با اکثریت 79 رأی از 100 رأی یعنی در هر دو مجلس بالای دو سوم رو آورد. دیگه هم نمیتونه وتو کنه، نمیکردم دیگه. آقای بایدن هم بلافاصله امضا کرد و از دیروز چهارشنبه این رسما قانون شد. حالا اونجاهاش که کمک مادی، البته دولت بایدن هم افشا کرد که بی صدا قبل از تصویب قانون کمک های نظامی رو که به اوکراین در چارچوب همین 60 میلیارد دلار فراهم کرده فرستاده نزدیک اوکراین الان، و بلافاصله با تصویب قانون دیروز این رو به فاصله کوتاهی میرسونه به جبهه های اوکراین. اسرائیل هم در واقع تجهیزاتش مقدار زیادی بهش میدن، ولی اونی که برای ما مهمه اون قسمت طرح مهساش. طرح مهسا که نام درخشان مهسا رو داره و این روزها به دلیل کفتارهای حکومت که به زنان و دختران ایرانی حمله میکنن، مجددا مهسا مطرحه و او در واقع سمبل، به قول مادرش، نمادی هست در کشور ما. نام عزیزش روی این طرح هم هست.
طرح مهسا در واقع 6 تا محدودیت میذاره برای ایران. دو تاش به شخص خامنه‌ای و رئیسی و مدیران ارشد کشور برمیگرده، از جنس یکیش این است که منابع مالی اینها رو دولت امریکا موظف پیدا کنه، اش مؤسسات اینها رو اگر تحریم نیست تحریم کنه، هرچی بهشون وصل هست رو ببخشید، هرچی که بهشون وصل هست رو باید که حکومت در واقع دولت امریکا باید که اینها رو برخورد بکنه و بشناسه. یک بخش، یک محور دیگه یعنی به مسائل مالی اینها برد تحریمشون کنه، با شدت بیشتر دنبال کنه. یکی دیگهش بحث حقوق بشریه. شخص خامنه ای و رئیسی به عنوان عاملان جنایت، رئیسی رو به عنوان کسی که در کشتار 67 هم دست داشته در این طرح اسم آوردن، و دیگرانی که با اینها در سرکوب مردم در انقلاب ژینا و تا همین امروز دخالت دارن، دو تاش در واقع به اینا برمیگرده. چارتای دیگهش محورهایی که هست، یکیش این است که به اصطلاح به قانون کشتی معروفه، بنادر جایی که کشتی که نفت ایران داشته باشه اگر پهلو بگیرن مشمول تحریم امریکا میشن. چین رو علاهده فشار آوردن، چون چین شرکت‌های متوسطش در سال گذشته عمدتا نفت و محصول نفتی ایران رو خریدن، تحریم انرژی ایران و چین در واقع اسمش گذاشتن، اونجا شدت میده دولت امریکا موظف مقابله کنه، مقابله با صادرات موشکی که الان به روسیه دارن این کارو میکنن، منع به کارگیری تکنولوژی برای تروریسم، چیزایی که مثل سنسورها و مدارها و اینها بخوان بخرن از هر جای دنیا میره زیر فشار و عرض شود که تحریم، و دولت امریکا موظفه که اینها رو دنبال کنه. میخوام بگم این 6 تا محور در واقع در طرح مهسا هم عملا بسیار بسیار سخت گیرانه تر میپردازه به فشار روی حکومت جمهوری اسلامی. اروپا هم بعد از این زد و خورد با اسرائیل و این اتفاقاتی که الان در خیابان‌های ایران داره میفته، پارلمان اروپا مجدداً مصوبه‌ای داشت و تحریم‌های شدیدتری گذاشت، و اتحادیه اروپا، اگر البته این آقای جوزف بورل که همیشه سعی می‌کنه بنازه توی دست‌اندازی کارا رو، جلوش رو تو دست‌اندازی نندازه، دولت‌های اروپایی هم تحریم‌های سخت‌تری رو تدارک کردن، البته نه به تندی و سختی امریکا، ولی به هر حال چون همشون با امریکا هم سر کار دارن، از امریکای حرکتی بشه اونا ناچار میشن خیلی مراوداتشون رو هم کنترل کنن. چین میمونه اون طرف، چینه که در واقع هدف مهمی میشه برای این طرح مهسا، و چین احتمال زیاد دست و پاشو ناچار میشه جمع کنه، برای اینکه ابعاد کاری که با آمریکا داره خیلی بزرگتر از حالا تجارتش با ایران یا 4 تا شرکتشه. بنابراین این همون چیزیست که در این کنگره آمریکا در واقع به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد. بیشتر باید اون رو زیرکی آقای جانسون دونست که اگرچه خیلی ها میگن جوان سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا شده، ولی مهارت بالایی در پارلمانتاریزم ایشون نشون داد، از حزب جمهوری خواه و نشون داد که کم از رؤسای کهنه‌کار مجلس نمایندگان امریکا ند. من آقای دکتر از اگر اجازه بدید از همینجا بیام سراغ این مسئله جنگ و زد و خورد اسرائیل و ایران. اجازه بدید من یه سوال بکنم که شما دنبالش رو برید. بعد از یه هفته این بلبل زبونیایی که میکردن که بله رفتیم 40 تا توی پایگاه نقب کشتیم و در پایگاه هوایی و چنین و چنان کردیم، یه مقدار صداشون فروکش کرد، چون ظاهرا ابعاد آبروریزی آنقدر وسیع بود که خود سیدعلی هم سکوت. اما یک منظری من دیدم، دلم میخواد قبل از پرداختن به
اصل و فرع قضیه این تصویر رو برای ما تشریح کنید. خامنه ای داره نماز میخونه، فرماندهان کل ارتش و سپاه هم پشت سرش در وضع حقارت آمیز، یعنی شمد سفید انداختن رو زمین انگار مثلا تو خونش. این معلومه در یه مخفیگاه بوده نه در خونه خودش، ولی در خونه خودش نمازگاه دارد و میتونه اونجا نماز بخونه، مصلا دارد. این رو شما چطور تفسیر میکنید؟ حدم مایی دکتر، چیزی که توجه من رو جلب کرد این است که فرمانده های نظامی خامنه ای اونجا حاضرن و اینا رو میدونین میگردن حسابی، یه دونه سنجاق اگر تو جیبشون نمیتونن بردارن ببرن، اما گویی از اینا میترسه. عوض همه چی لای این صفوف محافظ باشه. درسته. و میترسه لابد با دست خفش کنن. و اینطوری این تعداد زیاد محافظان، اتفاقا در مورد رئیسی هم این روزها دیده میشه، یهو مثلا چهل تا محافظ میبینیم دورش، اونم در جمع بسیار سطح بالا و بمدهای نظامی خودش، این تعداد محافظ، این هم نظر منو واقعا جلب کرد که و دمپایی خودش کنارش، دمپاییش میترسه. این جلسه آقای دکتر نوریزاده چیزی که ازش بیرون اومد، حالا من دنبالشم ببینم واقعا چی گفتن اونجا، ولی چیزی که این جلسه بیرون اومد دو تا جمله از خود خامنه ای رو فقط آوردن بیرون که خیلی هم جملات ببخشید مسخره و مزخرف گفت. دارن دشمن نگاه میکنه که تعداد موشک یا چقدر اصابت کرده اینو دست گذاشته، در حالی که اراده ما برای مثلا این حمله مهمه. این خیلی حرف مزخرفی، شما یه کار نظامی کردی، نتیجهشو باید ببینی، باید ببینی چقدر تخریب نظامی کردی، چقدر عملیات نظامی موفق بودی. من از همین جای دکتر بیام سر همین نکته که گفتید، ببینید دکترین نظامی جمهوری اسلامی از سال 2005-2006، یعنی بعد از اینکه آمریکا حمله کرد آقای جورج بوش به افغانستان 2001، بعد به عراق 2003، تحلیل غلطی جمهوری اسلامی کرد. این است که اصلا این لشکرکشی آمریکا به دو کشور همسایه بهانه است، بعدش خود به ایران حمله کرد. آقای خاتمی هم رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور بود اون موقع، جلسه شورای عالی امنیت ملی در حضور خامنه‌ای تشکیل شد. اونجا جنبندیشون این بود که آمریکا قراره به ایران حمله کنه، چیزی که غلط بود. من بعدها از خود آقای بوش هم پرسیدم، اصلا امکان چه قصدی نداشت. اومدم بر اساس این روی دوش اون دو محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی آمریکا ستیزی و محو اسرائیل، که من همون موقع در ایران وقتی اینو شنیده بودم گفتم آقا اصلا اون سیاست خارجی رو خوب عوض کنیم، مگه ما نزد داریم که دنبال محو اسرائیل باشیم بعدم محو دشمنی با آمریکا، اینو عوضش کنیم، ما احتیاج به خیلی این کارا نداریم. ولی روی دوش اون دو محور سیاست خارجی یک دکترین نظامی طراحی شد که دو تا ستون داشت. یکی این که بریم سراغ بمب اتمی، برسیم به اونجا که یه پیچ‌کوشی با بمب اتمی فاصله داشته باشیم، چیزی که مثلا ژاپن الان داره، که هر وقت خواستیم بمب بسازیم و این باعث میشه که به ما دیگه حمله کانونشنال به اصطلاح کلاسیک آمریکا نکنه یا اسرائیل نکنه، چون دیگه میترسن ما استفاده کنیم. دومش این که بریم سراغ جنگ نامتقارن، در واقع جنگ تروریستی، تروریسم و سازمان‌های تروریستی، جنگ با شدت پایین. این دوتا محور شد دکترین نظامی ایران. شما ببینید تو این 20 سال ما چقدر خسارت همین دوتا کار رو دادیم. اون اتمی که ما رو برد در مسیر این همه تحریم و محرومیت و گرفتاری، این یکی هم ببینید این همه مشکل در منطقه و آدم کشی و غیره و چقدر منابع کشور رفت پایید. این دکترین 20 سال الان نزدیک 20 سال اومده به اینجا رسیده، حمله مستقیم به خاک اسرائیل در واقع نقض این دکترین، نقض این بود که از خاک ایران به خاک اسرائیل همه اون نیابتی ها رو درست کرده بودن که با اسرائیل رسمی درگیر نشد. خب کردش خامنه این کارو، 300 و 380 تا پهپاد، 140 تا موشک فرستاد
و حاصلش این شد که 7 دونش به خاک اصابت کرد. از این 7 2 تاش خورد اون پایگاه نظامی نیرو هوایی اسرائیل، 5 تاش هم خورد تو بیابونای نقب که یه دختر فلسطینی را مجروح. شما ببینید این یعنی شکست کامل، در واقع مثل چاقو کشی که چاقو دستش بگه من میکشم میزنم، چاقوشو که در ورد گفتم بفرمایید تیغش زنگ زده است، دستشم گرفتم گفتن دیگه حالا چی داری چیکار میخوای بکنی، چون همیشه تهدید میکردم ما اگر باران موشکی بفرستیم زنبوری به اصطلاح حمله کنیم 10% 20% از دفاع موشکی اینا رد میشه پدرشون در میاره. از این 140 تا موشک زارن 100 تاش نشونش روی هدفگیریش روی هم پایگاه نظامی بوده که اصلا 2 تاش خورده تخریب کرده، یکی زمین رو خراب کرده، یکی یه ساختمون رو خراب کرده که توش هواپیما هم نبوده یا آشیانه. این چیزی که تو خبرگزاری اومده، چون اصلی هم هست که دروغ نمیشه گفت، اصل گوبلز نیست که دروغ بگی فکر کنیش که نمیفهمه. نه آخه تو جمهوری اسلامی گفتن 50 نفرشون رو کشتیم، اینا فکر میکنن تو اسرائیل میشه دختر چوپان فلسطینی. بله اصلا تو اسرائیل نمیشه 50 تا بکشی خانواده صدا نکنن، این حرفا نیست که اصلا امکان نداره. هر جای دیگه میام نه، امروز با یه دونه تلفن موبایل هر کسی یه خبرنگاره، از آسمون هم آواره ها به دقت چه میدونم یه دونه اتومبیل نمره ماشین رو میبینن، اصلا نمیشه. گوگل اون بالا داره همه جو میچرخه همه چی رو نگاه میکنه. اتفاق دیگه از اون طرف اسرائیل، دکترین نظامیش از بعد تاسیسش این بوده که اگه یکی بخوره ده تا جواب بده که حمله کننده دیگه هوس حمله مقابل نکنه، برابری انتظار میرفت که حمله شدیدی بکنه. طرحایی هم که رو میز آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل داده بود ظاهرا خیلی شدید، اونی که جلوی دست اسرائیل گرفت دولت بایدن و که میخواد که جنگ بیش از این گسترش پیدا کنه. نهایتا این شورای 3 نفره آقای نتانیاهو، گالانت و آقای بنی گانتس که اینا مسئولن، نشستن ضرب و تفریق کردن، جمع و تفریق کردن، اینا یه اپتیماریوم گرفتن. اول به آمریکا گفتن باشه ما نمیذاریم خون از دماغ کسی بیاد، ولی بعد یه جوری تلافی کنیم، ولی به شرط که چراغ سبز بدیم ما تو رفح عملیات کنیم، کار حماس رو تموم کنیم، چون تای ماجرا مونده و نمیتونیم امنیت غزه رو تامین بکنیم مگر اینکه این کارو بکنیم. این پوان رو گرفتن از آمریکا و بین همه عملیات‌ها رو گذاشتن کنار، اومدن یه موشکی که الان جز ظاهرا آمریکایی هیچ کی هم نمیدونه، همه ناظرهای نظامی دارن نگاه میکنن، اسرائیل طراحی خودش هم هست، از هواپیما موشک هوا به زمین رو پرتاب کردن درست به چشم راداری که دست دفاع ضد هوایی که روسا به ایران دادن، S-300 که دادن کجا؟ در پایگاه 8 شکاری که اینجا در واقع باید تاسیسات هسته‌ای رو مواظبت کنه، دفاع ضد هوایی اونجاست. در واقع دکتر نوزاد مثل این میمونه که یک کسی بگه من خونم دزدگیر دارم، هیچ کی نمیتونه پاشو بذاره، یک کسی بیاد خود دزدگیر رو برداره بدوزه بگه حالا دیگه چی داری تو خونت، همه چی رو من همه چی دیگه میتونم برم. دقیقاً هم حتی نمیخواستن موشکای ضد هوایی که انفجار بزرگی میشد صدمه بخوره، با دقت یه دونه کامیون، یعنی سایز اون راداری که زدن اندازه کامیون، از روی مرز سوریه و لبنان، سوریه و عراق ظاهرا اینجور که میگن از هواپیما شلیک شده، موشک دوم هم خودشون احتیاطی زده بودن نگه داشتن نزدن، برای اینکه اولی صاف خورد به اون هدف و بعد به ایران پیغام کردن که ببین ما هیچ دفاعی نداری، این S-300 که روسا بهت دادن جلوی تکنولوژی ما بهش دردی نمیخوره، میتونیم هر جای کشور تو بخوایم بزنیم و اتمیت هم میتونیم بزنیم. حالا ببینید این زد و خورد ساده، این اتفاق توازن نظامی رو الان به هم زد، یعنی خامنه ای فهمیده یک کشور بی دفاع داره در مقابل اسرائیل، اون چاقوی رو هم که فکر میکرد موشک باران میکنه اون از دستش گرفتن، میگن خب این هم کارآمدی نداره، در واقع توازن نظامیش الان کاملا به هم خورد. حالا اتمی الان دکتر 2 دقیقه وقت داریم، مثل این که تمرکز کردن روی پروژه اتمی الان هیچ فایده ای هم نداره. خب آقای خامنه ای الان 2 تا راه حل داره، یا بیاد اون دکترین نظامی رو عوض کنه که اون وقت لازمش این نیست که مهد اسرائیل و آمریکا ستیز،
نیروهای نیابتی رو، چون اسرائیل داره خط زنجیر نیروهای نیابتی رو میزنه. و اگر کار حماس رو تموم کنه که بعد از ظاهرا عید پسح دوشنبه آینده انجام خواهد داد، سراغ حزب الله میره، سراغ الان از سوریه اینا عقب نشستن، سوریه عراق تا هشت و شعبیر هم زد پایگاهشو، یا باید اونو عوض کنه که اون وقت کانسیکونس و تبعات داخلی داره. میشه مثل گورباچف که اون اروپای شرقی رو رها کرد داخل خودش. دقیقا سر این بماند که با این صحبت هایی که کرد برای کارگرا دیروز که میمونه اتمی رو دوباره تکیه کرد، یعنی میخواد سر همون دکترین نظامی بماند و چاره اینه جایی که سرش کوبیده بشه به دیوار رو له بشه. دکتر وقتمون تموم شد. اینا عرض کردن که کشور ما به این ترتیب میشه انتظار داشت آبستن حادثه. جالبه ایشون، من اینم عرض کنم تموم کنم، مثال قذافی رو زد بدونه. بله. بدون اینکه در نظر داشته باشی که اتفاقا سرنوشت قذافی چی شد و چجوری به دست یه نوجوان و سرنیزه کشته شد و همون سرنوشت خودش انتخاب کرد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. به اتفاق دوست عزیزم دکتر سازگارا، تحلیلگر، کارشناس، عضو گذار، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.